الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام خدمت تمامی شما شاگردان عزیز امیدوارم همگی تان هر کجایی که هستین خوب و خوش و سرحال باشین و یکی دیگر از درس های ریاضی سن فیازده هم از مکتب تمدن خوش آمدین امروز می که با همدیگر یک درس جدید دیگر بخانی و یاد بگیریم ولی قبل از اینکه بریم طرف درس دوباره یکی از کاربورت های مسلسات آورتان می بگویم البته قانون کوسین در این مورد زیاد کاربورت داره خب این دیگه شما حتما میشناسین یا خودتان این کاغذ پران را مثلا بلند کردین یا حتما دیدین دیگه زن یک فرد هست کاغذ پرانه بلند کرده طول تارش چقدر است؟ مثلا طول تارش است دو هزار متر خب زاویه را که ای تار با سطح زمین اگر به سازه ما تعیین کنیم میتونیم پیدا کنیم که ارتفاع از این کاغذ پران از سطح زمین چقدر است یعنی این کاغذ پرانتان چقدر از سطح زمین بلند شده پس ما با استفاده از کانون کوساین میتونیم که ای ارتفاع را دریافت کنیم خب بریم طرف حل مثال ها مثال دومه که در کتابتان آمده با هم دیگر مثال می اگر در یک مثلث ABC طول دو زل آن A مساوی به 16 فوت B مساوی به 10 فوت و زاویه بین آنها C مساوی به 110 درجه باشد اندازه زل C را دریافت کنید ها خب ببینین شکلشم همچین مسلس برتان داده مسلس A, B, زل A, 16 فوت زل B ده فود و زاویه بین دو زل را هم داده و سایب به 110 درجه از ما چی خواسته؟ از ما اندازه زل ای و یا هم همو زل سی خب ببینیم ما میتونیم که از قانون کوساین در رابطه استفاده کنیم یا که خیر خب یکی از شی بود که اگر ما اندازه دو تا زل و زاویه بین از دو ظلم معلوم را می داشتم می توانستم که از قانون کوساین استفاده کنم پس در این حالت هم می تانیم که از قانون کوساین استفاده کنیم و اندازه زل سی را دریافت کنیم خب این مشخصات چند نوت بگیریم ظلم ای را برتان اندازه شده چقدر است؟ 16 فوت خب ظلم بی را هم داریم چقدر است؟ 10 فوت از ما چی را خواسته؟ اندازه زل سی را خواسته که زل سی را ما باید دریافت کنیم از بخش زاویه ها کدام زاویه را برتان داده؟ زاویه سی را برتان داده البته زل را با حروف کوچک انگلیسی نشان میتیم زاویه را با حروف بزرگ انگلیسی نشان میتیم زاویه سی را هم داریم 110 درجه خب حال نظر به این میریم سوال حل میسازیم خب کدام زلش نامعلوم است زل سی پس از کدام رابط استفاده از رابطه استفاده کنم؟ از این رابطه سوم اینجا سی نامعلوم هست ای و بی معلوم هستند پس از این رابطه استفاده کنیم. پس می کنم که سی مربع مساوی است به ای مربع جمع بی مربع منفی دو چند ای دو که معلوم هستند دو چند ای ضرب بی ضرب کوساین کدام زاویه؟ همین زاویه که مقابل از ایزول از نامعلوم هست ضرب کوساین زاویه سی خب سی مربع مساوی است به ای مربع ای چند است؟ شانزه فوت خب واحداتش چه در آخر میگذاریم؟ پس فقط حال عددش رو میگیرم؟ نوشتم میکنم شانزه مربع هم داریم مثبت. بی مربع ببینیم قیمت بی چند است؟ قیمت بی هست عدد ده پس نوشتم میکنم ده مربع منفی دو چنده ای ضرب بی ای چند است ای بود شانزه بی هم ده دو ضرب شانزه ضرب ده ضرب کوسای نظاوی سی سی چند است یک سد و ده درجه خب حالی را کم ساده تر می سازیم سی مربع مساوی است با خب شانزه را اگر مربع کنیم می شد دو سد و پینجا و شش مصبت خب ده مربع چند می ده مربع می صد منفی 2 ضرب 16 ضرب 10 خب بیا این 16 ضرب 10 کنیم چند میشه؟, میشه 160 160 ضرب 2 میشه 320 320 ضرب کسین 110 درجه خب 110 درجه یک زاوی مشهور نیست ما کسینش یاد نداریم پس باید چیکار کنیم؟ یا از جدول مثلثاتی که در صنف دهم شما خواندین استفاده کنیم و یا هم در کتاب ورتان داده شده باشه قیمتش پس در کتاب قیمت از ی اومده ببینیم قیمتش چه هست اینجا ورتان نوشتم کردیم کوساین 110 درجه مساوی است به منفی 0.342 پس قیمت چه اینجا مگذارم؟ نشتم میکنم منفی 0.342 خب چرا منفی؟ به خاطر که 110 درجه ببینید در کدام ناحیه قرار میگیره؟ خب بین زاویه 90 تا 180 در ناحیه دوم هست. در ناحیه دوم هم قیمت کوساین منفی است. پس به او دلیل قیمت کوساین 110 درجه هم منفی میشه. خب سی مربع مساوی است به 256 جمع 100 چند میشه؟ میشه 356 منفی خب 320 بین منفی ضرب منفی مثبت حال خب, 320 تا ضرب 0 اشاری 342 میکنیم خب یک تا صفر داریم یک خانه اشاری را چیکار میکند؟ طرف راست انتقال میته هر صفر یک خانه اشاری را طرف راست انتقال داده میره پس ای از صفر اشاری 342 تبدیل شد به 3 اشاری 42 خب حال اینجا چند مان؟ سی و دو این دوتا رو به همدیگه ضرب میکنم میشه دو دو چهار دو چهار هشت دو سه شش سه دو شش سه چهار دوازده سه سه نو یکی هم حاضر داشتیم ده خب حال اینا رو جمع میکنم چهار اشت 6، شش چهارده خب شش دو هشت یکی هم حاضر داشتیم نو سفر یک دو خانم اشاری 109.44 پس قیمت از این بخش که ضرب کردیم شد 109.44 فقط این دوتا رو به هم همدیگر جمع میکنیم سی مربع مساوی است به خب 6 جمع 9 15 5 جمع 0 5 یکی مصال داشتیم 6 خب 3 جمع 1 4 اشاریه 44 هم خودش خب این قیمت سی مربع هست ولی من عدد سی را کار دارم پس چیکار کنم؟ از اطراف از این جزر میگیریم پس قیمت سی مسایی میشه به جزر چهار و اشاریه چند؟ چهل و چهار اگر شما جذر زیر دریافت کنین قیمت زل سی میشه واحدش چی هست؟ واحدش همو فوت هست پس ما تانستیم که با استفاده از قانون کوساین این مثال را حل کنیم و همین جزه که نامعلوم بود را دریافت کنیم خب های عزیز با همدیگر دیگر مثال دوم حل کردیم حال میریم طرف مثال سوم مثال سوم اول با هم دیگر میخوانیم خب البته این مثال همون مثال کاغذ است که ببینید چه قسمی ما میتونیم ارتفاع کاغذ پران را دریافت کنیم میگه یک کاغذ پران با طول تار 100 متر در هوا است اگر تار کاغذ پران با سطح افقی زمین زاویه 60 درجه را بسازد بلندی کاغذ پران را از سطح زمین دریابید شکلش هم اگر بخوایم ترسیم کنیم فرضی مثلا یک مثلث در نظر بگیریم به این صورت میشه خب ببینید اینجا یک شخص کاغذ پران را بلند کرده تا به این نقطه رسیده طول تارش چقدر شده 100 متر اگر زاویه با سطح زمین ببینیم زاویه از 60 درجه از ما چی را خواسته از ما زل را خواسته یعنی ارتفاع یا بلندی از را خواسته خب پس ببینین ما در اینجا از قانون کوسین استفاده نمیتونیم چرا در قانون کوسین گفتیم باید دو تا زل و زاویه معلوم می بود خب یک زل را دارم زاویه را هم داریم فقط این زل را اگر دریافت کنیم می که با استفاده از قانون کوسین این رابطه این قیمت x را دریافت کنیم پس ببینید که اول این زل را پیدا کنیم ببینید اگر ما شکلش را فرضی رسم کنم برتون به این صورت اسمش هم مثلا می‌گذارم بی سی درست است؟ خب این زاویه هست 60 درجه طول تار هست 100 متر خب بیاین اول این قسمت رو پیدا کنیم که چقدر میشه بعد میتونیم با استفاده از قانون کوساین این رابطه رو دریافت کنیم خب ببینیم من میتونم که چیکار کنم از زاویه 60 درجه کوساینش رو بگیرم نشتم میکنم که کوساین زاویه 60 درجه مساوی است و خب دیگه شما حتما یادتان هست اگر بخوایم کوساین یک زاویه حاده در یک مثلث قایم زاویه نظر به ازلا تعیین کنیم قیمتش میشه طول زل مجاور بر وتر مجاور 60 درجه ای زل هست زل ای بی خب وترش کدام است روبروی زاویه قایمه اینجا قایمه است وترش ای قسمت میشه زل ای سی خب پس من چی کار دارم؟ ای بی را میخوایم دریافت کنم ای زل را پس نشته میکنم این یک طرف این وسط بسازیم خب البته ای را انتقال بدیم او طرف ای بی پیدا میشه خب ای بی مساوی است با. ای سی ضرب کوساین 60 درجه خب حال فقط قیمت هایش هم طول زل ای, ای بی مساوی است به خب ای سی کدام است؟ همین وطر چند متر؟ 100 متر پس میشه 100 متر ضربه کوساین زاویه 60 درجه زاویه 60 درجه دیگه از همون های مشهور است که شما باید ساین کوساین تانجانت یاد داشته باشین خب کوساین زاویه 60 درجه میشه یک بر دو خب بیاین دورم با صد اختصار کنیم یک دو دو پنج دو ده سفر پس زل ای بی را مقیمت شد دریافت کردم چند متر شد؟ پینجا متر پس این شده از قیمت زل ای بی پس ببینین ایجا هم پیدا کردیم پینجا متر خب حال ببینین یک زال دو زال زاویه بین از دو زال معلوم اینا را داریم پس میتونیم که با استفاده از قانون کوساین این رابطه را دریافت کنیم خب این نمای خوردش هم بگذاریم روبروی بر ا زاویه ای میشه زال ای, ای. روبروی بر از میشه بی اینجا هم چی است سی خب پس نشتم میکنیم که کدامش نامعلوم است زل ای, ای پس نشتم میکنم زول ای, ای مربع است. البته ای مساوی است به خب از که معلوم بودن کدام است بی مربع جمع سی مربع منفی دو چند ای دو تا زل که معلوم هست دو چند بی ضرب سی ضرب کوساین کدام زاویه زاویه مقابل از این زل نامعلوم خب ببینین این زول نامعلوم است مقابلش زاویه ای هست حال فقط قیمت هاشم و سوال ما حل میشه ای مربع مساوی است به بی مربع بی قیمت چند است بی را داریم 100 متر پس میشه 100 مربع جمع ظل اس سی مربع سی را پیدا کردیم چند بود 50 مربع منفی دو چنده بی ضرب سی بی هست 100 سی چند بود؟ سی بود پینجا البته واحدات شد فعلا نمیگذاریم در آخر اق... اگه کار انجام بودین ساده تر میشه ضرب کوساین زاویه ای این رو پیدا که بر ما در مثال داده بود چند درجه بود؟ شست درجه خب حال کم ساده ترش میسازیم ست مربع خب یک مربع میشه یک دو تا صفر اگه مربع کنیم دو چند میشه؟ چند تا صفر میشه؟ چهار تا میشه ست مربع ده هزار جمع خب پنج مربع بیست و پنج یک دانه صفر مربع میشه دو تا صفر دو هزار پنج ست. منفی دو چنده خب ضرب ای دوتا رو ضرب میکنیم پینجا ضرب صد پنج ضرب یک پنج چند تا سفر؟ یک دو سه میشه پنج هزار ضرب کوساین زاویه شست درجه چند است یک بر دو پس ای دو با ای دو اختصار میشه فقط چی باقی ای مربع مساوی است و ده هزار مثبت دو هزار پنج ست. منفی پنج هزار خب 10 هزار منفی پنج هزار میشه پنج هزار, پنج هزار جمع دو هزار جمعه 2500 میشه 7500 پس A مربع مساوی است به 7500 متر مربع خب خالی اگر از اطراف از جذر بگیرم قیمت A دریافت میشه پس نشته میکنم که A مساوی است به جذر 7500 متر مربع خب یعنی را کم ساده تر بسازیم خب 75 هم نشته میتونیم 3 ضرب 25 خب پس من نشته میکنم 3 ضرب 2500 دو تام صفر داریم این مساوی است و خب 3 جذر مکمل نداره ولی 25 جزر مکمل داره جزر مکمل 25 چند میشه؟ میشه عدد 5 از دو تا صفر هم چی میشه؟ یک دانه صفر پس میشه 5 یک تا صفر هم کشیدیم شد 50 جزر 3 جذر متر مربع گرفتیم شد متر پس قیمت ای دریافت کردیم شد پینجا جذر سه متر پس ارتفاع از این کاغذ پران از سطح زمین قدر است اگر شما جذر سی را در اینجا بگذارین تقریبا همو چند است یک اشاری هفت قیمت ارتفاع شما میتونین به سادگی دریافت کنید بین نمیرم انجام بتیم پینجا زربه خب قیمت تقریب جذر سه میشه یک هفت خب این رو تار کنیم سفر با اشاری تمام پس چی ماند؟ ضرب هفته پنج افت و پنج سی حاصل پنج یک پنج هم حاصل داشتیم هشت پس ارتفاع از این کاغذ پران در, صورت در صورتی که طول تار 100 متر بود ارتفاعش چقدر است؟ 85 متر از سطح زمین است. پس ما با استفاده از قانون کوساین تانستیم که این مثال را حل بسازیم و قیمت یا یک جز نامعلوم از مثلث را دریافت کنیم. چاگرده عزیز با هم دیگر مثال سوم هم حل کردیم حال میریم طرف مثال بعدی که البته آخرین مثال از این درستان هست مثال چهار را در مسلس A, B, C اندازه زاویه A مسایب به 60 درجه و طول C مسایب به 8 B مسایی 5 واحد, واحد طول است اندازه زل A و ساین C را دریافت کنید پس یک مسلس برتان دادشت شکلش هم به این صورت هست درست هست؟ مسلس A, B, C. طول دو رو روتان داده با یک زاویه از شما چی خواسته؟ ای زول ای نامعلوم البته ساین زاویه سی هم از شما خواسته که شما دریافتش کنین پس بین نوید چی کار کنیم؟ مشخصات را که به ما دادن نوت میگیریم خب اندازه ای زال رو روتان داده پنج واحد خب اندازه ای زال سی هم داریم چند واحد است؟ هشت واحد ولی اندازه ای, زول ای ای را نداریم ای را از ما خواسته. درست از بخش زاویه ها زاویه ای را برتان داده 60 درجه و ساین زاویه سی را استان خواسته پس زاویه ای مساوی است و 60 درجه البته ساین زاویه سی و چیکار کنیم میره؟ ای, ای را دریافت کنیم خب اینجا اگر طرف شکل ببینین معلوم میشه دیگه دو زول و زاویه بین از این دو زول برتان داده شده پس ما میتونیم که از قانون کوساین استفاده کنیم و این زال ای معلوم را دریافت کنیم خب پس کدامش نام معلوم است؟ ای پس از کدام رابطه؟ از این رابطه استفاده میکنیم از لایک معلوم هستن مربعاتشان بی مربع مثبت سی مربع منفی دو چند از این دو زاله که معلوم هست دو بی سی ضرب کوساین کدام زاویه؟ زاویه که مقابل از این زاله نامعلوم هست کوساین زاویه ای خب فقط قیمت را جاگوزین میکنیم مساوی است به بی مربع بی چند است؟ پنج بی مربع چند میشه؟ بیست جمع سی مربع قیمت سی را داریم هشت هشت مربع شست و چهار منفی دو چنده بی چنده است بی پیدا کردیم پنج سی را هم داریم هشت ضرب کوساین زاویه ای ای را داریم چند درجه است شست درجه خب یک مقدار دیگه هم ساده ترش می سازیم ای مربع مساوی است به خب بیست و پنج جمع شست و چار چار جمع پنج نو دو جمع شش میشه هشت منفی خب پنج ضرب 8 میشه 40 پس دو ضرب 40 ضربه. ضربه. کسان 60 درجه هم چند است؟ همون یک بر دو. دو با دو اختصار. فقط چی باقی میمانه؟ این مربع مساوی است به 89 منفی چند؟ منفی چهل. خب این مربع مساوی است به از 89 که چل بره چند میمانه؟ چهل و نو. خب این مربع است ولی من فقط یک دانه ای را کار دارم پس باید از اطراف از این جزر بگیرم پس اگر جزر بگیریم جزر ای مربع میشه ای جزر 49 چند میشه؟ جزر 49 میشه عدد هفت پس ما اندازه زل نامعلوم را دریافت کردیم شد هفت واحد خب از ما یک چیز دیگرم خواسته ساین زاویه سی درست است پس بر از که ما ساین زاویه سی را دریافت کنیم این بار دیگه باید از قانون ساین استفاده کنیم پس می توانیم نشته کنیم که سی بر ساین سی خب یا می توانیم نشته کنیم ای بر ساین ای یا بی بر ساین بی خب ببینین ما قیمت زاویه بی را نداریم پس از کدام رابطه استفاده کنم از رابطه ای بر ساین ای ولی زاویه A را داریم خب باید چی رو پیدا کنیم؟ ساین سی را. پس نشته کنم. ساین زاوی سی مساوی است و روبروش هر چیز که از در مخرج ای. سی ضرب ساین ای هم در صورت فقط قیمت گذاری کنیم و سوال ما حل میشه. ساین سی مساوی است به قیمت سی چند است؟ سی را داریم هشت. ضرب ساین ای. ای ما هست درجه. ساین شست درجه جذر سی بر دو. بر ای. این چند واحد بود ایره پیدا کردیم هفت خب یک دو دو چهار دو هشت مساوی است به چهار جزر سه بر هفت پس قیمت ساین سی مساوی شد به چهار جزر سه بر هفت پس ای بود از حل آخرین مثال خب شاگرده عزیز ما با همدیگر امروز چیکار کردیم؟ مثال هایی که در قانون کوسان بود را حل کردیم شما با استفاده از حل از این مثال ها که بفهمین چه قسمی ما میتونیم که از قانون کوساین استفاده کنیم خب این بود از درس امروزی ما امیدوار درس یاد گرفته باشین دوباره درستانم مرور کنین و تمرین درسم خانگیتان تا درس بعدی روز خوش خدا نگهدار.